سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب سه‌شنبه 10 خرداد ماه در 492 شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. نه محکم جادوگر به درخواست‌ها. حتی اگر صندلی ریاست را تقدیمم کنند به فدراسیون نمی‌روم. علی کریمی که پیش از این کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال بود، حالا در پاسخ به شایعه بازگشت دوبارش پاسخ تندی داد و به موضوعات قابل تأملی اشاره کرد. اون در همین رابطه بیان کرد: کسانی که پیش از این در باشگاه پرسپولیس مسئولیت داشتند و برخی از دوستان همین سوال رو از من میپرسند و جالب این که تشویقم میکنند که اگه قرار به انتخابات مجدد شد دوباره کاندیدا بشم، اما یادشون رفته که همونها برای ثبت نام اولیه به من تاییدیه ندادند. این دوستان بدونند که اگه همین امروز هم با لیموزین برای تقدیم صندلی ریاست به سراغم بیان به فدراسیون نمیرم. شایعه جدایی فرهاد. از سکوت آجرلو تا پست معنادار وکیل مجیدی. مدیرعامل باشگاه استقلال درباره شایعه جدایی فرهاد مجیدی سکوت کرد و واکنشی نشون نداد تا خبر مرد محبوب استقلالی ها جدیتر از همیشه به نظر برسه. این عدم واکنش در شرایطی رخ داد که از شب گذشته شایعات زیادی در خصوص خروج فرهاد از نیمکت استقلال سر زبون ها افتاد. عجیب‌تر این که بکتاش منوچهری وکیل فرهاد مجیدی با انتشار یک پست معنادار در فضای مجازی به این حاشیه ها دامن زد. منوچهری در این پست ضمن تبریک به مجیدی به واسطه قهرمانی استقلال خطاب به سرمربی استقلال نوشت: برایت در مسیر جدید آرزوی موفقیت دارم. قابل ذکر انتشار این پست هواداران آبی پوشان تهرانی را به شدت نگران کرده و عده زیادی از طرفداران با رمزگشایی از حرفهای منوچهری این جملات رو بیانگر پایان کار فرهاد در استقلال تعبیر کردند. شفاف سازی معاون حقوقی استقلال در خصوص فرهاد. در شرایطی که شایعه جدایی فرهاد مجیدی باعث نگرانی هواداران استقلال شده، فرشید سمیعی، معاون حقوقی این باشگاه در پاسخ به کامنت یک هوادار این موضوع را تکذیب کرد. سمیعی در پاسخ به سوالی در خصوص موندن مجیدی نوشت: چرا باید با جواب دادن این شایعات را تقویت کرد؟ زوج سردار و فرهاد انشالله تا ستاره سوم. اون در ادامه هم یک استوری از تصویر دو نفره مجیدی و آجرلو منتشر کرد تا به شایعات خاتمه بده. شاه فرهاد مهمان بعدی برنامه عادل. فرهاد مجیدی به زودی در برنامه عادل فردوسی‌پور روبروی دوربین میشینه. بر اساس شنیده ها مجیدی که موفق شد استقلال رو بعد از 9 سال انتظار قهرمان لیگ برتر کنه، در این برنامه در مورد مسائل مختلفی از جمله مسیر قهرمانی آبی ها و فشار و سختی هایی که در این راه متحمل شد صحبت خواهد کرد. واکنش تند اسکوچیچ به بی‌نظمی آبی ها. 5 استقلالی خط خوردن. پس از توافق میان سرمربیان استقلال و تیم ملی ایران، 5 بازیکن ملی پوش استقلال روز گذشته اردوی تیم ملی را ترک کردند تا در جشن قهرمانی آبی‌ها در لیگ 21 شرکت کنند. نکته‌ای که برخلاف توافق طرفین بود، بازی کردن همه ملی پوشان استقلال بود و همین موضوع ناراحتی کادر فنی تیم ملی را در پی داشت. از این رو 5 بازیکن استقلالی دعوت شده به اردوی تیم ملی ایران حق شرکت در تمرینات شاگردان دراگان اسکوچیچ را از دست دادند. جوابیه فدراسیون فوتبال به خط خوردن استقلالی ها. محمد جماعت مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال درباره خط خوردن 5 بازیکن استقلال از اردوی تیم ملی گفت: متاسفانه استقلالی ها به نظم و انضباط اهمیتی ندادند. همه چیز خیلی شفاف بود و ما نهایت تعامل رو با باشگاه استقلال داشتیم. بارها و بارها با باشگاه در این زمینه مذاکره کردیم و تمام تلاشمون این بود تا شرایط خوبی رو برای استقلال تأمین کنیم، اما اونها کار دیگه‌ای کردند و نظم و انضباط رو زیر پا گذاشتند. واکنش حمید استیلی به خط خوردن آبی پوشان. حمید استیلی مدیر تیم ملی فوتبال درباره خط خوردن استقلالی‌ها از لیست تیم ملی ایران گفت: خط خوردن بازیکنان استقلال به دلایل انضباطیه. قرار بود بازیکنان استقلال ساعت 17 دوشنبه خودشون رو به اردوی تیم ملی معرفی کنند و بعد با اجازه سرمربی به اردوی استقلال برند که این کار را انجام ندادند و مستقیم به اردوی استقلال رفتند.
پس از بازی هم استقلالی‌ها قرار بود به اردوی تیم ملی اضافه بشند که به جای اضافه شدن به اردوی تیم ملی به خانه‌های خودشون رفتند. 22 خرداد بازی دوستانه ایران اوروگوئه. یک خبرنگار اهل اوروگوئه مدعی شد فدراسیون فوتبال این کشور در حال تغییر برنامه‌اش برای انجام بازی دوستانه با شاگردان دراگان اسکوچیچ. خوزه لوپز جونیور خبرنگار اوروگوئه‌ای در همین رابطه نوشت: تیم ملی اوروگوئه سرانجام در تاریخ 11 ژوئن ساعت 17 به وقت محلی در ورزشگاه سنتناریو به مصاف ایران خواهد رفت. طبق گزارش این خبرنگار، چند روز پیش برنامه بازی دوستانه اوروگوئه با تیم ملی جامائیکا به دلیل مشکل تقویمی کنار گذاشته شد. تا حالا فدراسیون فوتبال اوروگوئه در حال تغییر برنامه برای انجام بازی دوستانه با ایران باشه. عزل عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال. پس از ارائه گزارش حسن کامرانیفر در مورد شرایط شهاب‌الدین عزیزی خادم در جلسه مجمع فدراسیون فوتبال بند 14 دستور جلسه که مربوط به تصمیم گیری در مورد عزل رئیس فدراسیون بود از دستور جلسه خارج شد تا به این ترتیب پرونده عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال بسته بشه. کامرانیفر در مورد تعیین زمان انتخاب رئیس آینده این فدراسیون گفت: در اساسنامه تأکید شده که باید در کمتر از 3 ماه مجمع انتخابات ریاست فدراسیون برگزار بشه. به همین خاطر ما تاریخ 8 شهریور رو برای برگزاری این مجمع پیشنهاد میدیم، اما باید اعضای مجمع در مورد اون تصمیم نهایی رو بگیرند. رقم قرارداد بیراندن با پرسپولیس مشخص شد. خبر ورزشی مدعی شد که قرارداد علیرضا بیراندن با پرسپولیس 3 سال است که برای هر فصل بند حق فسخ برای پیشنهادهای خارجی گنجونده شده. البته برخی منابع هم از قرارداد 2 ساله بیراندن با پرسپولیس گفتند و مدعی شدند که قرارداد سال دوم مشروط بوده و بستگی به پیشنهاد خارجی این بازیکن داره. طبق شنیده ها مبلغ قرارداد این بازیکن حدود 12 میلیارد تومان خواهد بود. صدور رأی انضباطی تراکتور پرسپولیس پایان لیگ. رضا جاودانی درباره روند رسیدگی کمیته انضباطی به پرونده دیدار پرسپولیس و تراکتور توضیحاتی رو ارائه کرد. اون درباره زمان صدور رأی گفت: ما جلسه دیگه ای نداریم، اما بعید میدونم قبل از پایان لیگ رأی این بازی صادر بشه. با توجه به تعطیلی پایان هفته، جلسه جمع‌بندی ما روز دوشنبه یا به احتمال فراوان روز سه‌شنبه هفته آینده و بعد از پایان لیگ برگزار خواهد شد.